سلام، شب بخیر، خسته نباشین، خوب خوش سالم باشید انشالله. و من همچنان درگیر این پیرانم، برای اینکه زحمت کشتن دوختن، برنامه قبلم عرض کردم و مجبورم بپوشم که زحمات دوستان خلاق و شبانه روزی من به هدر نره. عرض کنم موضوعمون قرزدنه، قرزدن که خیلی ها بهش مبتلا هستن، موضوع این برنامه است. میریم سراغ تلفن ها در مورد قرزدن. خواهش میکنم. الو جانم. سلام. سلام علیکم، خسته نباشید. قربان شما. از کجا تماس میگیرین؟ از چالوس تماس میگیرم. چالوس؟ بله. هوا اونجا چطوره؟ بارون نیه. بارون میاد؟ بله. چیه فامیل شما؟ چیه اسم شما؟ چی؟ زورو. سعید زورو. بله. سعید زورو. زورو؟ بله. نسبتی دارین با اون زورو؟ از نوادگانشون هستم. از نواد. خسته نباشید. قربون شما. عرض کنم که شما قر میزنین؟ من نه. هیچ وقت؟ هیچ وقت. مگه میشه یه آدم هیچ وقت حالا قر نزده باشه؟ آخه من آدم نیستم. بله؟ من سرشتم. بله، خسته نباشین. عرض کنم که با کسی که قر میزنه چجوری برخورد میکنی؟ بد. بله؟ بد بد. بد برخورد. چه برخوردی میکنی؟ فکر میکنم عصبانی بشم. عصبانی میشین؟ بله. شما عصبانی که میشین چیکار میکنین؟ شمشیر میگیرین؟ نه، شیشه میشکنم. شیشه میشکنین؟ بله. یه وقتایی آدم مجبوره برای رسیدن به خواسته هاش قر بزنه. این حرف درسته؟ بله درسته. این حرف درسته؟ نه، اشتباه. اشتباه؟ بله. بله. ممنون که تماس گرفتید. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. از برنامه خود متشکرم. قربان شما. همچنین خسته نباشید بهتون میگم. خواهش میکنم. همین. این افتخاری بود که به هر حال جناب زورو به ما زنگ زد. خواهش می‌کنم. البته من خودش نیستم. بله، به هر حال همین که نسبت داریم. بله. بله، با بزرگم بودن. بله. بعد من خب گفتم که. تشکر می‌کنم. خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. خدا حافظ. خدا حافظ. الو. الو. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ حال شما خوبه؟ قربان شما. شما قر می‌زنی؟ بعضی وقتا. چه وقتایی؟ موقعی که حالم خوب نباشه. چی میگین مثلا؟ میگم دیگه. چی میگی؟ قر میزنم دیگه. سر کی قر میزنی؟ خب میگم که حالا خوب نیست موقعی که قر میزنم. نه، سر کی قر میزنی؟ که همینجوری. همینجوری با آره. با خودتون. آره. بعد این درسته که آدم برای رسیدن به خواسته هاش قر بزنه؟ این نه. درست نیست. نه. شما چرا قر میزنید؟ میزنیم دیگه. نق میزنین؟ نق نه، نق نمیزنم. نق با قر چه فرقی میکنه؟ نق با قر؟ بله. فرقشون فرق داره دیگه. نق بچه ها میزنن. نق بچه ها میزنن. آره. قرو بزرگتر. قرو بزرگ ها میزنن. خیلی ممنون. که آقا میگن فلانی مثل کنیز حاج باقر قر میزنه یعنی چی؟ جان میگن فلانی مثل کنیز حاج باقر قر میزنه. نمیدونم والا، درسته میدونم. بله، خیلی ممنون که تماس. الو آقای مدیری، یه بچه هست اینجا میخواد با شما صحبت کنه. خواهش میکنم. الو. الو. سلام. سلام. نوچه؟ بله. شما خودتون تو فیلمتون بازی میکنیم؟ بله. شما نق میزنی؟ بله. آقای مدیر، من برنامه شما رو خیلی دوست دارم. خیلی ممنون، منم شما رو خیلی دوست دارم. شما نقم میزنی؟ نق؟ نه. هیچ وقت؟ زیاد نه. کم نق میزنی؟ بله. مرسی که زنگ زدی. خب گوشی؟ خواهش. الو. سلام. سلام. حالتون خوبه؟ خیلی ممنون، شما خوبه؟ متشکرم. شما ازدواج کردی؟ من نه. ازدواج نکردی؟ نه خیلی. شما قر میزنی؟ قر بله. خیلی؟ نه زیاد. ای بله. چه موقعهایی؟ بیشتر موقعی که عصبی باشم. عصبی بشین قر میزنی؟ بله. بله. ممنون که تماس گرفتی. خیلی ممنون. متشکرم. از زحماتتون ممنون. خواهش میکنم. خداحافظش. الو. سلام آقای مدیری. سلام قربان. حالتون خوبه؟ تشکر میکنم. خوبی؟ سلامتی؟ زنده باشی. خیلی این برنامه‌تون جالب خودت. تشکر میکنم. حالتون خوبه؟ سلامتی؟ زنده باشی. شبتون بخیر. خسته نباشی. خیلی متشکرم. هم بفرما. آقا شما قرم میزنی؟ من؟ بله. نه. اتفاقا من خیلی خوش برخوردم. خوش برخوردی؟ بله بله. انشالله که همیشه همینطور باشه. خواهش میکنم. با کسی که قر میزنه چه برخوردی میکنید؟ سعی میکنم اون که مثلا اصلا قر میزنه به من سعی میکنم چی؟
چی؟ باشه یه چیز صحبت کنم اینا. بله. هی مثلا نق میزنه گور میزنه اینا، مثلا هی میگم الکی هم باشه میگم آره شما راست میگی. تموم بشه بره اینا. متوجه چی میگم؟ بله میفهمم. خب قر زدن با نق زدن چه فرقی میکنه؟ جا؟ قر زدن با نق زدن چه فرقی داره؟ یه خود فرق داره دیگه. میگن فلانی مثل کنیز حاج باقر قر میزنه، یعنی چی؟ فلانی مثل کنیز حاج باقر قر میزنه؟ بله، یه ضرب المثل. بله بله. یعنی چی؟ اینو معذرت خوام. این خونه از بس اینا مثلا این یه ضرب المثله. به خونه از بس مثلا بهش یه دستور اینا میدن، اینا این کارو بکن اون کار نخسته میشه. به کی دستور میدن؟ بله. به کی دستور؟ یکی یه جایی کار بکنه اینا. آها. یه جایی کار بکنه اینا. هی این کارو بکن، هی خسته میشه. مثلا اون کارو بکن، هر کی حرف میزنه. آها. متوجه چی میگم اینا؟ بله. اونم هی بعد شروع میکنه به قر زدن اینا. آ یعنی کنیز حاج باقر قر میزده قبلا؟ والا ما ندیدیم. متوجه چی میگم اینا؟ بله ما ندیدیم مثلا کنیز حاجی واقع کور بزن اینا. شما ندیدینشون؟ نه. بله خیلی خوب. خواهش میکنم. تشکر میکنم از تماس گرفتید. قربون شما. کاش یه روز میشد آقای مدیر، ما از نزدیک شما رو نزدیک زیارت میکردیم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. سعادت کم سعادتی منه. کوچیکید. قربون شما. خیلی آدم خوش برخورد، خوش اخلاق. قربون شما. بگو بخیر. قربون شما. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. کوچیکید. خدا قربون شما. خدا. عرض کنم خدمتتون که ما هنوز نمیدونیم برنامه‌مون خوبه یا نه دیگه، هم تا بله. روزی که تموم شه که ما رو نمیریم که. بله. الو. الو. سلام علیکم. سلام. حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. شما قرم میزنین؟ من بله. کیا؟ هر وقت که بچه ها اذیتم کنن. بچه ها اذیت کنن؟ بله. قر که میزنین چی میگین؟ بله خب دیگه آدم نیم فهمت که چی میگید که؟ آدم نمیفهمه چی میگه؟ نه. و شما کسایی هم که قر میزنن رو دوست داری؟ نه دوست ندارم، ولی خب دیگه بچه وقتی آدم اذیت میکنه آدم مجبور است که قر بزن، قر و قر کنه، قر و قر بزن، قر بزن. بله. عرض کنم که خیلی ممنون که تماس گرفتید. میگن فلانی مثل کنیز حاج باقر قر میزنه. بله. یعنی چی؟ والا بگم چه؟ چی بگم؟ جا؟ چی بگم؟ نمیدونم. ممنون که زنگ زدید. خواهش میکنم. تشکر میکنم. خیلی ممنون. خدا سلامت باشه. خدا خدا حافظ شما. خدا این کسی که نشسته اون تو میگن گفتن رژی نگی، این مرض مزمنی داره که پزشکان چند وقت گفتن لا علاج. به من میگه که حرف بزن بعد تلفن وسطش وصل میکن. عرض کنم که تموم شد تلفن و نمایشمون رو ببینید و باز ما در خدمتون. وای خدایا چی کار کنم من؟ آی بمیرم بهتر از این همه درده. آی آی مهران اومدی؟ سلام. چطوری؟ خوبم. امروز سرحالی؟ بله امروز سرحالی. من کجام سرحاله؟ ببین قشنگ مبارک روسری تازه خرید. تو شوخیت گرفته با من امروز؟ خب نه اینو باشه. باشه چی بستم؟ همینجوری برای تزیین ما چه دستم درد میکنه؟ اه میگه اه. خب چی بگم؟ خیلی خب من عمیقا از این موضوع ناراحتم. معلوم از قیافه. چی کار کنم؟ بپر چرا؟ چرا؟ برد مهم نیست اصلا که اصلا برد اهمیت نداره. تو اصلا میدونی این درد از صبح از کجا شروع شده که من تونستم الان تو ما چه دستم مهارش بکنم؟ نه ببین صبح که بلند شدم از تو رخت خواب که خواستم بیام بیرون یهو سرم گفت جیر.
وای دو دستی سرم چسبیدم. بعد این همینجوری درد اومد زد تو گوشم، از تو گوشم یه اومد رفت تو گردنم، نمیدونم چرا اصلا مهران. خلاصه با چه بدبختی از پله اومدم پایین، رفتم تا آشپزخونه یه ذره صبحونه بخورم، همچی که اومدم یه لقمه بزنم این معده‌ام داشت میترکید، اصلا داشت منفجر میشد، روده‌هامو میگه انگار داخل تو ماشین رقشویی، همینجوری پیچ پیچ آخ دستم نوبت کو بدم ببخشید. آخ آخ بعد از رودم یهو زد به این انگشت کوچیکم، به این، از همینجا دوباره برگشت اومد زد تو مچ بفرما خمیازه، از من اهمیتی نداره، منو بگو نشستم برای کی دارم درد و دل میکنم. خیلی خوب دارم گوش میدم. خب بعد چی شد؟ هیچ، از زانوم زد به کجا؟ به مچ پام. کی زد به مچ پام؟ درده دیگه. آها درده. خب یه چیزی بعد 100 بار من به تو بگم. خیلی خوب. هیچی بعد از مچ پام خلاصه اینجوری اومد دوباره زد به این آرنجم علاوه کتف. چای داری؟ یعنی چی مینا چای داری؟ خب من چای داریم من. بله بله چایی هم داریم، توی خونه همه چی مرتبه، آقا از در برسه مینا چای داری. خب معلومه که چای داری، کدوم دفعه چای خواستی من چای نداشتم؟ خیلی خب نه کدوم دفعه تو چای خواستی؟ منظورم اینه چای داریم برات بریزم. آها برام چای بریزی، دست درد نکنه. آره بریز، خواهش میکنم. پاشو بریز، پاشو بریز، پاشو برو آشپزخونم هم خراب کن. بله تو هر دفعه اومده چای بریزی مگه مثل آدم چای ریختی؟ معذرت میخوام، ببخشید جناب فرهادی یا مهران خانه، خیلی معذرت میخوام. تمام این ظرف و ظروفا رو کشیدی پایین، تمام این کابینت های منو وا کردی که چی؟ آقا میخواد یه فنجون ناقابل چای بیاره، بعدشم کلی منت بذاره سر من بیچاره. چیه الان من چیکار باید بکنم؟ هیچی، تکون نخورم اینجا، تو خودم برم چای بیارم. خواهش تکو نخوری ها. ایوا چه روی داره همینجور نشسته؟ ای خب چه؟ از دست این فرهادی ها من وای چه اشتباهی کردم، وای بله دادم، بله همش این ادا ها. واویلا امروز از دست تو، اصلا تو ایش میپرسی این خونه که اینجوری برق میزنه چجوری برق میزنه؟ بپرس دیگه، بپرس دیگه. این گاز هم برای من درست نکه، 60 دفعه این گاز آقا جون جا بنداز، خرابه، پس من خودم بیا. چیه؟ چه صحنه بود که من دیدم؟ این چه صحنه؟ بابا چی شد؟ خب پام خسته درد، پا رو الان اره میارم، ارهش میکنم میدم خدمتتون. مگه تو نمیدونی من این میزو 60 دفعه دستمال میکشم در طول روز؟ خیلی خوب. ای همین، خیلی خوب، خیلی خوب، معذرت میخوام. همین معذرت میخوام. تو اصلا میفهمی این خونه چجوری انقدر تمیزه؟ بله زحمت کشیدین تمیز کردین. بله از صبح تا شب من این دستمال چی نم دستم همینجوری دارم. آخ دستم آه. وای دستم، خیلی خوب. اصلا مرده حالیش نیست بگه مینا جان باشو بریم دکتر تا سر خیابون، کلیه خودش درد میگرفت بودو بودو. باشو بریم دکتر سر خیابون. نمیخواد بابا دکتر سر خیابون، چیز حالیش نیست، خودم همیشه یه با دکترم، همه دکترم هم میشه مرسن. بریم دکتر سر. آی دستم. آی خب داشتم چه میگفتم؟ بیا قند، حالا نگی قند جلوم نذاش. بله مهران خان، این چه صدایی بود؟ کدوم صدایی؟ چای میل بفرمایید تا بهتون بگم. این هورت؟ بله. تو روز خواستگاری چای خوردی؟ بله. چطور من این هورتو نفهمیدم؟ هورتو نه، هورتو نه چای بابا. بعد چای خوردنم یادت بدم نه؟ پس تو چی بلدی؟ من همه این بار این زندگی رو دوش منه؟ خیلی آبروم رفت با تو، یه جا نمیتونم بیرون برم، مهمونی برم. خیلی خوب هورت؟ اینجوری باید چای بخوری ببین. بله؟ مهران بابا چیه؟ تکون نخور، تکون نخور، تکون نخور با این خوردنت. بگیر اینو، اینو بگیر زیر دهنت، مگه چونت سوراخه؟ تمام قندها رو ریخت زمین. خب من این دستم این باشه چجوری قندم رو بخورم؟ این مشکل توه، مشکل من نیست، مشکل تو حل کن. آها
حواست جمع باشه، ادا نباشه مهران. خیلی نمیخوای بخوای سر به سر من بذاری. من امروز حوصله ندارم. خیلی خوب. من امروز حوصله ندارم. بهت گفته باشم یه قطره داره از زیر فنجونت میچکه. بگیرش. کشتمش. بیمزه. میخوای بری ببینی که به کارت برسو. آخ راست میگه کار. بیا آقا از اداره میاد تو رو ما رو گرنه میشینه اینجا چایش هم میدیم دستش. من بیچاره از صبح سهر بعد باشم اینجا کار بکنم. اصلا من دو شیفته دارم کار میکنم. من نمیدونم چه وضعی. نه حقوق دارم، نه مزایا دارم، نه هیچی، نه سختی کار دارم. اصلا این چه وضعشه؟ خیلی خوب. بابا این تو هستی درست کن. ویلا امروز گاز چیه؟ شله پیچش؟ من جمع نکنم هیچ کس توی خونه نیست که این دست علیلا. بله اومد. یه خبر خوشحال کننده دارم. منم خیلی خبر واسط دارم. این دستم میبینی؟ انگار چنگک انداختن همینجوری دارم میکشن و انگار یه وزنه پیسکیلوی بستم به این انگشتم. آره این خبرای منه. اصلا این روده ها انگار انداختن تو ماشین رخشوی دوره تند. دیگه همینجوری. اصلا مرد اهمیت داره؟ گفتم بهت اصلا پرسیدی راجع به دندونام اصلا انگار که چه میدونم دوتا میخ کوبیدن توش، ناخونام انگار کشیدن، جاش روش نمک ریختن. آخ دستم دوباره تکون دادم. من یه خبر خوشحالی واسات داشتم. خبر خوشحالی الان برای من میدونی چیه؟ مرک. بابا کوتا بیا. تو حرف میزنی کوتا بیا. آها حالا چی میخوای بگی؟ بگو ببینم. زود باش کار تو ادارمون امروز دو پایه رفتم بالاتر، یعنی ارتقاء مقام گرفتم. بله. توقع داری حتما منم بهت بگم مبارک باشه. مرد حسابی دو پایه زحمت کشته، از او کله سر میره تا بوق سگ دو پایه. آخه دو پایه اصلا ارزش داره میه جاره من میگی؟ خجالت تو نمیکشی واقعا؟ با این بیگاری که تو میکشی 10 پایه بعد بده اضافه حقوق بده، تو خجالت نمیکشی واقعا میه دو پایه حقوق تو جوا میگی؟ بیچاره ساده، اونا این دو پایه رو مگه به تو داده برای که دهنت ببندن؟ و الا با این کاری که تو میکنی یا باید 20 تا اضافه حقوق. اصلا یه چیزی، اصلا یکی از چیزایی که باعث میشه من این دردم افزایش پیدا بکنه همین فکر کردن به کار تو. بابا مردم شوهراشو نیم ساعت خانم میرن کار میکنن، میان چی به اندازه 50 ساعت کار کردن تو حقوق میگیرن. بعد چی تو خونه ان بزنشو کمک میکنن، رسیدگی میکنن به زندگی. حالا چه وضعشه؟ من نرفتم با هیچی اصلا. حالا چی کار کنم؟ الان هیچی، بیا جون منو بگیر. چی کار کنم؟ کار که بلد نیست. آی کار که بلد. کار میخوای بکنی؟ بله من میکنم. بعد تمام طول این مدت یه روز آفتاب از کدوم بره امروز در من؟ تو میخوای به من کمک کنی؟ کار علمت کار میدم، علمت کار. ظرفا رو بشود دست ده. به خدا دستم درد نکن، دست درد نکن. آفرین منم یه ذره به کارم رسیدگی میکنم. آی خدا اگه بتونی مهران انقدر حال اینجوری پیش من به من مرد حسابی کار کرد از در بیارم با تمیز بشور. آره داشتم میگفتم مهران ببین اگه این درد من همجوری ادامه پیدا بکنه من باید حتما برم دکتر. ولی خب مسئله هم اینه که دکترها هم قبول ندارم. من چایرم بشوری. نه این خوبه، این تازه دارم. این هم بشور. دست نزن. بذار زمین آقا جون، بذار زمین. تمام زندگیمو کشیدی به آب، به کف. این چه وضعشه آخه؟ من نمیدونم این چه وضعشه. ای خدا امروز چه وضعشه؟ من اصلا دیگه نمیتونم تا چه ساکتی؟ بله. چه اینجا دست به سینه وایساده ساکتی؟ چی کار کنم؟ هیچی. بیا واسه من حاضر جوابی کن. بگو دو پایه حقوق گرفتم. بیا بگه برای لیستو خرید کن. عرضه دو تا دونه استکان شستنم نداره. بیا برا. دور و بر من میپل که نمیذاره من اصلا کار بکنم. خودم تنهایی از همه کارا بر
میام. بیا برو آقا جون. وای بابا امری باشه. نه خیلی، دو تا دونه خرید کوچولو ها، ببینیم من پسش برمیاد یا نه. بیا ظرف شست واسه من، چی کار کردین چه وضعش؟ آخه من، آخه من کجا شروع کنم؟ بیا آخه این وضع گلدونه، من روزی 60 دفعه به این آب میدم، چرا این برگاش باید زرد بشه؟ من نمیدونم. وای خدا دستم، چیکار بکنم؟ آخه من با اینا چیکار بکنم؟ زدن این شیشه دکور شیکونده این آقا مهران، صداشم در نمیاد که. من میدونم دیگه کار کار این آقا مهرانه. آه من الان کجا بشینم آخه؟ اومدی؟ چه عجب، خدا رو شکر. رفته بودی کجا؟ قرقیزستان؟ این شیشه ها رو زدی شیکونی، من چیکار کنم؟ من اینا رو چجوری بشینم؟ من اینا رو خریدم. چی زحمت کشیدی؟ کار شاک نکردی؟ دو تا دونه خرید کردی؟ بیا 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 بیا، رفته میوه خریده، چشم بازار رو در آورده میوه خریده، هرچی فاسده گنده خرابه حتما دوباره بهت داده میوه. تو که هنوز میوه ها رو ندیدی؟ معلومه من انقدر تبحر دارم پاکتش رو نگاه بکنم میفهمم. بعدش هم تو سابقه داری، این دزدای سابقه دار هستن که شناسایی میشن از روششون. بله؟ تو هم همینجوری، این ماس، این ماس اینجوری میری تو مغازه وای میسی میوه فروشه هرچی آشغال خراب کرمو میری تو پاکت میده دستت، میگه دوباره این فرهادی مشتری خوبم اومد. میدونم دیگه می... بیا او چیه خریدی؟ شامپو من گفتم اینو بخری؟ نه آخه من شامپو گفتم از اینا بخری، تو اون لیستی که دادم دستت تو اینو نوشته بودم، من گفتم صورتی بخر، تو که میدونی من از رنگ صورتی بدم میاد. آخه این چه وضعشه؟ نه من از دست تو بعد چیکار بکنم؟ همینجوری وای خود برو برو من نگاه کنم من چیکار کنم؟ ببین اصلا من امروز انقدر درد دارم و صورتم ورم کرده از بس تو منو هرس میدی. اصلا تو نیتت اینه؟ اصلا تو هدفت اینه که من همیشه دائم هرس بخورم؟ من نمیدونم مهران، من روزی 60 دفعه اینا رو پاک میکنم، همش گرد و خاکی، چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ جواب منو بده. خیلی خوب، باید قصرات کن، من اینا رو جابجا کنم. الان میام خدمتتون. همش میام خدمتتون، خدمت از ماست، نمیخوام بیای. آه نه فکر کنم این چیزی گفتی. نه وای مهران، هر کی منو ببینه ها باورش نمیشه 28-9 سال. آی وای باور نمیکنه 28-9 سالمی که فکر میکنه حداقل حداقل کمی کمش هیچی نداشته باشم 75 سال دارم. بس که تمام این مفصلا، این مفصلا درد میکنه دیگه، درد میکنه، چی کار کنم؟ وای آخ مینا، آه میگم اصلا میخوای بریم بیرون؟ پاشو بریم سینما. شوخی میکنی یا جدی میگی؟ نه جدی میگم، پاشو بریم سینما، اصلا خسته شدی از بس تو خونه کار کردی، پاشو بریم. همسرداریه، آیین همسرداری از آقای فرهاده، ببخشید مهران فرهادی، مرد حسابی. من دارم میگم دستم درد میکنه، بدنم درد میکنه، تا میگی بریم سینما. عجب بابا، احساس همدردی، مسئولیت پذیری یعنی چی مهران؟ خب بابا جون یک کلام بگو آقا جون، دارم خودم خواهد برم سینما، دیگه چرا بهانه منو میاری؟ پاش برو سینما، پاش برو. اشتباه آه. کردم اصلا سینما نریم، تو خونه نه. بمونیم استراحت کن، مریضی دیگه، بمون خونه استراحت کن، هیچ کاری نکن. ببخشید میشه قسمت دوم جملت یه دور دیگه بگی؟ بخش سینما رو؟ نه قسمت بعدی رو. عرض کردم بمونیم تو خونه استراحت کن، اصلا هیچ کار نمیخواد بکنیم، مریضی، بشینیم خونه. آها نکته، نکته انحرافیت همینجاست. مریضی؟ بله فردام بدو بدو چاپار، پیک چاپار بگیر دستت، بدو تو تمام فامیل. مینا چیه؟ مریضه، علیله، نمیدونم ذلیله، این حرفا. حرف بزن رو دختر مردم، دختر مردم با هزار امید آرزو شوهر کرده اومده خونه شوهر، شوهر حرف بزنه روش، علیله ذلیله. نه هیچ هم چی چیزی نیست. بابا من خیلی خوبه، چیکار کنم آخه؟ زانوم یه ذره، منم یه ذره بگی نگی، من امروز حال ندارم. آها دیگه این حرفا رو نداره مهران. میخوای استراحت چی کنی بی خودی اصلا؟ نه اینکه از فرط سلامت
یه ذره هیچ کاری نکن. مهران خان، قابل توجه شما، مهران خان، بهرامی ها هیچ کاری رو بی خودی انجام نمیدن. دلیل داره، هر کاری دلیل، منطق، برهان داره. این عده های انچی پانتومیمه؟ یا میخوای به بیننده ها بگیم اصلا تو خیلی مظلومی؟ به بیننده ها بگم میتی مظلومی؟ نه، تو خیلی مظلومی. نه بابا، هیچ کار. بی سوالیه؟ این عده ها چیه؟ مرد گنده، خجالت بکش. مینا همش مینا یه لحظه ممکنه بری اونجا؟ چرا؟ یه چیزی میخوام بگم. بله، من بیچاره همش باید جا به جاش. برو رفت. من جیب من نیست. چرا نه جیب تو بود؟ من الان دیدم. من جیب من چیکار کنم الان؟ هیچی چراغ رو چرا عوض نکردی؟ کدوم چراغ؟ این چراغ لامپا رو. بله، خب الان عوض میکنم. چیه؟ نسوزنی. چیکار کنم؟ این مدل خونم به هم ریخت. سر جاست. چه جوری من اون لامپا عوض کنم؟ خب این جوری که نمیشه که. خب چیکار کنم؟ خراب شد زنی. چی خراب شد؟ خراب شد. میخوای رو هوا باشم رو زمین نباشم؟ نه بابا، مگه تو بند بازی؟ چیکار کنم خب الان؟ ها چیکار کنی؟ لامپو چجوری عوض؟ چی واسه جواب منو بده؟ چیکار کنم؟ همش واسه قد به قد قد بفرم. چی بفرمایید؟ مگه الان قزاس ما میخوام تارو؟ تو میگی جواب منو بده. ها فکر کردی من انقدر بهتون اطمینان دارم این چراغ بدم عوض کنم؟ بزن همین سقفو خراب کنم. تو میگی لامپو چرا عوض نمیکنی؟ تو میگی چرا لامپو عوض نمیکنی؟ انقدر اسلو موشن آروم خب مگه نون نخوردی؟ خب آه چه خبره؟ چه خبره؟ تو میگی یواش میری؟ سر خیابون چی میدن؟ چی کار؟ بفرماین اینجوری خوبه؟ الان چی کار کنم من؟ مهران! عدو در میاری؟ چی کار کنم؟ این عدو های چی؟ الان چی کنم؟ الان اون فیله رو درست کن دندونشو. فیله رو؟ دندونشو درست کن. 60 ماه دارم به تو. دندون فیله که درسته که 60 ساده. خرابش کردی. وای خدایا خب از دست چی کار خرابش کردی. کج مثل اولش این خودش کجه. چی دست میزنی؟ کی به تو گفت من این دست تو زنی؟ گفتی الان اینو فیله رو درست کن. شکر خوردم من به تو گفتم اینو دست بزن. من شکر خوردم. اینو که الان تو گفتی کجا فرار کجا؟ من نمیدونی من خستم کوفتم بدم درد میکنه مریض احوالم. همینجوری دنبال تو یه تیک را بیافتم؟ شما برو اونجا. نمیرم آقا چه جونه من برم؟ اصلا من از دست تو مردم. از دست تو ده کردم. من ندارم از دست تو شکار کنم. بیا اینجا نگاه کن. بیا تلفن کی گفته دست بزنی؟ این تلفن به تو کی گفته دست بزنی؟ من نمیدونم والا اصلا چه وضعی. کابینه تو کی باز گذاشته؟ مهران مینا؟ ها؟ چیه؟ دنبال چیزی میگردی؟ چیزی گم کردی؟ ای بی انصاف واقعا که دستاتو بزن. دستاتو بگی بالاتر آها پاهاتو نظر زمینه ها کسیفه. بابا آره. امروز 18 سری رفتم حمام. آخه گوتابی یا خسته شدم. زحمت کشیده 18 سری رفته حمام. حمام رفتن به درد خودت میخوره. باید حساب پاتو بذاری توی مایع ضد عفونی کننده. خیلی خوب بگی بالا. خیلی خوب. نمیدونم اینو کجا گذاشتم. چیو؟ به بابا. من بگو شاید کمک کنم. کمک کنه. لازم نکرده کمک. نه مال بدی. خیلی خسته شدم آخه. کمک کنم. تو کمکت برای من مایع دردسر آقا. چیکار کنم؟ دنبال چی میگردی؟ وردنه. وردنه. چه؟ وردنه؟ آره وردنه. آخه وردنه بابا به همینجور حرف بزن. خیلی خوب همینجور حرف بزن. دکو نخور
وردنه برای چی؟ وردنه لازممه. خب برای چی؟ میدونی مهران، یه فکر اساسی کردم واسه این آپارتمان. میدونی اصلا اینجا سیستم آپارتمان نشینی رو این همسایه ما بلد، فرهنگش رو نداره. خب که چی؟ این آقا 24 ساعته پشت در خونه ماست. کدوم آقا؟ تو نمیدونی. ارغوان. خب وردنه برای چی میخوام؟ میخوام همچین، ما این وردنه میدونی بله؟ همیشه درو بل میکنیم تو صورتش. بله. اگه یه بار، فقط یه بار با این وردنه من همچین بزنم. کوتا بیا وردنه بزنه کی؟ ها سلام. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ چطوره؟ خسته نباشید. بله. داشتم رد میشدم راستش. بله. دیدم که صحبت وردنه است، پس که وردنه میخواید. بله. خواستم بگم که اگر میخواید خانومم داره وردنه. بله. بیارم. این پشت در خونه ما اتوبانه، تازه احداث شده. 24 ساعت شما دارین نظر رد میشین. بفرمایید آقا. بفرمایید چه بشینی؟ چش. بفرمایید. یواش. دستا بالا. بله. یه پاتونو میگیریم بالا لیلی کنین تا اینجا بیاد. چه وضعش آقا؟ کفشاتون کثیفه. بله. من سنگینم تادلم از دست. ای همینجا بشین. خیلی خوب تکر بشین آقا. یواش یواش. حالا اینجا که شد جناب آقای ارغوان سنگین شدین تعادل. پاتون بالا، پاتون بالا. تو بالا. تو بله. هم سنگین شدین هم تعادلتون. ولی پشت در خونه ما وای میسین سنگین نیستین، تعادل ندارین ها. آقا یعنی چی؟ آقا از این سن و سالتون خجالت بکشین. آقا چه وضعشه؟ ای شما حالت خوبه؟ خوبه، خیلی ممنون. دست ماسکه. نه حالا چی اومدین اینجا نشستین؟ اصلا کی به شما گفت اینجا بشینی؟ والا گفتم مینا بعد چایی میاد. چایی؟ چایی. باز تو به من دست بده. من خودم میدونم که چای بیارم. دست تو بده پا. آقا چای میخوری؟ چای میخوری؟ چای میخوری؟ بله بله. چای میخوری دیگه. بله. مواظبم هستی که رو زمین نریزه. آقای ارغوان خواهش پا بالا. این بار اول آخر باشه آقای ارغوان. من احترام سن و سالتون دارم، احترام خانومتون رو دارم. برم چایی براتون بیارم. بذار این لبه یواشکی. چی شده؟ حالت خوب نیست؟ چی شده؟ بابا کشته من کلک و پرم و کنده. آخه من نمیدونم از دیروز صبح باشده. تو نمیدونی این داره چی کار؟ من چه گناهی کردم آخه؟ بیکاری با میشی میای؟ بابا داشتم راحت میشدم، گفتم که زندگی تو بکن بابا. حالا تا کی باید اینجوری باشم؟ تا کی؟ نمیدونم. تو خودش بی. اصلا من نمیدونم. اصلا من نمیدونم. کی به من گفته واسه شما چای بیارم؟ چای نداری بابا؟ چای نداری؟ چای نداره آقا. باشه باشه. هیچ اشکال نداره. من اگر اجازه بدید. اصلا آقا زحمت کم میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. اجازه بدید. بله. بذارم پایین. میتونم. آقای ارغوان بار اول آخر باشه. این شستیر بود. آره زدو کلی نشد دست تشفیرین اینجا ها. دیگه رفت که رفت. آخه بله دست و پا بالا. بلا خسته شده مشکل توه. چپش نه نه اگه مینا عصبانی بشه چی؟ ممکنه اجازه نده من بزنم تو سر دزده؟ اگه دعوا کنه بگه چرا زدی تو سرش، خونش ریخ رو زمین چی؟ بلش کن.
مینا. 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 یواش یواش. چه مینا میلاد گرفته؟ مینا تو خونمون دزد اومده، میخواستم ببینم اجازه میدی با این بکوبم تو سرش؟ چی؟ دزد اومده بازیت گرفته نصف شب. این چی راسته؟ اصلا کی به تو اجازه داده اینو برداری؟ خیلی یارو داره جمع میکنه وسایل، با این بزنم تو سرش یا نه؟ یارو داره دزد. مهران خان بازیت گرفته. بس که میشینی این فیلمای جنایی پلیسی رو نگاه کنی، هی آدمو زابرا میکنی که چی بشه؟ دوست اومده دارد اینو انگیزت از این حرفا چیه؟ از این کارا چیه؟ چند دفعه تا حالا علیکی دروغه که گفته آی دوز مارو کشوندی زابرا کردن از... الان یارو با گونی اومده داره مهران گوش کن چی بهت میگم. یک کلام یک جمله ختم کردم تا پنج میشمارم. اگه مثل بچه آدم اومدی رفته گرفته خوابیدی که صبح خواب نمونی که خب هیچ، اگر نه صبح پا میشم میام دم ادارتونا پیش رئیس تا گفته باشم. آقا بگیری بخوابه، حالا هرچی بهش بگم مهرم خان بابا جان بگی بخواب، فرشاد بخواب، بتونی چی کار بکنی؟ اول صبح بلند شی به حرف من گوش نمیدی که بیا این پرده ها رو من آخه چی کار بکنم؟ چجوری بزنم این داره کنار؟ این خیاطه نگفتم از وسط چاکش بیا، اینم ادای جدیدش. مهرم خان، مهرم خان بله. از ادارت جا موندی ولی تشریف بیارین اینجا کارتون دارم. بیا چه زندگی واسه من درست کرده. الان میگه میخواستم حتما برات زمین بشورم. دست شما درد نکنه، خیلی از لطف شما ممنونم، ولی چرا بدون مشورت با من اساسیامو جمع کردی که زمین بشوری؟ جواب منو بده. وا اساسیاتونو جمع نکردم، اساسیاتونو جمع کردند. مهران اول این صبحی خلق منو تعیین نکن، حوصله ندارم آ، شوخی موخی حوصله ندارم. این ادا یعنی چی؟ زود باش بچین سرجاش اساسیمو. دیشب یادت صدات زدم گفتم دزد اومده؟ آره یادم. خب که که چی؟ همین دزد اومده. دیشب؟ واو دزد اومده؟ بله. قلبم خوشگل شده خونه نه؟ دزد اومده تو هم نگرفتیش. آها بفرمایین بقیه جاهارم سه کنین. بیرون من از دست تو باید چی کار کنم؟ هیچ تشت ببرین بیرون تپ اون پشت قش کنین لطفا. بله. اینجا ناجوره حتما. با امری باشه یه دونه هم واسه ما بزن. نمایش رو دیدید، امیدوارم که پسندیده باشید. عرض کنم که الان ما منتظر تماس هاتونیم تا مجددا بپردازیم به تلفن ها. الو الو. سلام علیکم. سلام علیکم. وقتتون بخیر. قربان شما. بفرمایید مدیر. شما قر میزنین؟ بر میزنیم. قر 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 میکنی؟ آره خیلی. چرا چه وقتایی؟ موقعی که اعصابم خورد میشه دیگه. خب چه جوری قر میزنی؟ چی میگی؟ مشت و لگد میندازین دیگه، اعصاب خوردی را میندازین. مشت و لگد میندازین؟ آره دیگه. اون وقت آقای مدیر رفیقا اینجا هستن، دست به دست کنین. دست به دست کنین.
الو الو سلام آقای مدیره. سلام، حالت خوبه؟ خوب هستی؟ قربان بفرمایید. شما قُر میزنین؟ بله. چه وقتایی؟ والا وقتی که ناراحت بشین. سر کی قُر میزنی؟ پدر، مادر، برادر. آها، دست به دست بدین بره باز. به دوستم بدم. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. الو. سلام. سلام علیکم. خسته نباشید. قربان شما. قربون شما. خوب هستین؟ شما قُر میزنین؟ به هر از گاهی. هر از گاهی. بله. چه گاهی؟ چه وقتایی؟ وقتی با خانمم دعوا میشه. با خانمت دعوات میشه قُر میزنی؟ بله بله. چی بعد چی میگی قُر میزنی؟ چی معمولا وقتی غذا رو میسوزونه دیگه میگم چه این کارو کردی اینا. آها، قُر میزنی. بله بله. دست بدین، دست به دست بره. بله، باز. دست به دست. الو. سلام. سلام علیکم. خسته نباشید. قربان شما. حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. شما قُر میزنی؟ ما قُر آره خیلی میزنم. کیا؟ چه وقتایی؟ هر موقع. میگن فلانی مثل کنیز حاج باقر قُر میزنه، یعنی چی؟ کنیز حاج باقر رو ندیدیم هنوز؟ ندیدی؟ هنوز ندیدی. بده دست به دست بده بره. دست به دست کنه. گوشی خیلی. خواهش. الو. 73 نفر جمع شدن امروز. الو. سلام. قُر میزنی شما؟ بله. چقدر؟ کجا؟ کی؟ چه جوری؟ زیاد که قُر نمیزنی بعضی مواقع. چه جوری قُر میزنی؟ چی میگی؟ ولی داد و بیداد میکنیم دیگه. داد و بیداد میکنیم. بله. تموم شدین یا باز هست هنوز؟ نه دیگه تموم. تموم شد. خیلی ممنون که تماس گرفتید. متشکرم. موفق باشین. الو. الو. آقای مدیری جانم، چند شب پیش یه نفر زنگ زد گفت براتون کچل شده، ما نفهمیدیم منظورش چی بود. ما خودمونم هنوز داریم فکر میکنیم که منظورشون چی. هنوز ما هم نفهمیدیم. مرسی که زنگ زدید. قربان شما. خدا حافظشم. خدا. الو. الو. سلام. سلام آقای مدیری. شب بخیر. شب شما بخیر. خسته نباشید. نوازیدهاتون قبول. قربان شما. شما همچنین. شما قُر میزنین؟ جان؟ قُر میزنین؟ قُر بعض موقع. چه موقع هایی؟ والا موقعی که خسته باشم بیشتر قُر میزنم. چی میگین وقتی قُر میزنین؟ میگم چرا الکی میگم، مثلا بهونه میگم چرا چای سرده، چرا غذا گرم. سر کی قُر میزنین؟ بیشتر تو خونه قُر میزنم ولی خب بیشتر کوتاه میام. کوتا اونا کوتا میان؟ بله بله. ولی بیشتر موقع من کوتا میام. میگن فلانی مثل کنیز حاج باقر قُر میزنه دیگه. اون دیگه قُر زدنه الکی بی خود بی جاست. آه، این ضرب المثل معنیش اینه، یعنی از هر چیزی ایراد گرفتن، بی دلیل ایراد گرفتن. بله. یعنی ممنون. بعضی چیزام جا داره، بعضی چیزام جای قُر زدن داره. آها. ولی خب آدم که نمید قُر زدنه، باید بالاخره یه ذره صبر کنه، تحمل کنه تا اون مسئله رفت بشه دیگه. حالا قُر زدن که درست نمیشه که، اگر هم کاری انجام نشده. بله، متشکرم که تماس گرفتین. بنده رضایی هستم از تهران تماس. قربان شما. خیلی ممنون. خداحافظ. الو. الو. سلام. سلام. خسته نباشید. قربان شما. شما قُر هم میزنین؟ من کمابیش. یعنی کیا؟ هر موقع سر کیف نباشم. سر کیف نباشین قُر میزنین؟ آره. چی میگین وقتی قُر میزنین؟ خب دیگه بالاخره هر جور که میدونیم قُر میزنین. چی مثلا؟ یه تیکشو بگید. مثلا ایراد میگیریم این از... چرا ها؟ از چی؟ از کجا؟ از مثلا میگیم این ظرف چرا اینطوریه، اون اینطوریه. به کی میگین اینا رو؟ به خانممون. سر خانومتون قُر میزنید؟ آره. خانومتون چه برخوردی میکنه؟ اونم قُر میزنه. ایشون هم متقابلا قُر میزنه. آره. بله. پس قُر زدن خیلی اشکالی نداره؟ نه نه نداره. خیلی ممنون که زنگ زدید. خواهش میکنم. متشکرم. از برنامه‌تون خیلی متشکرم. خواهش. حالا با خانممون صحبت. خواهش. الو. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ متشکرم. شوهرتون قُر میزنن؟ نه. بله. 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 بعضی مواقع. شما ناراحتین از این موضوع؟ نه زیاد، چون خوبیای دیگه هم دارن. آ، یه سری خوبیایی دارن. بله. که اب نداره قُر بله. بزنن. بله. شما خودتون چی؟ خودم هم بعضی مواقع قُر میزنی؟ بله. شوهرتون ناراحتن؟ نه اتفاقا خیلی راضیه. در این مورد کاملا به تفاهم رسیدین؟ یعنی موقعی که ایشون قُر میزنه شما اصلا مشکل ندارین، موقعی که شما قُر میزنید. خیلی ممنون که تماس گرفتید. خیلی ممنون از برنامه خوبه. قربان شما. خیلی ممنون که تا این لحظه برنامه ما رو دیدید. خسته نباشید. راجع به موضوعات مختلف به ما زنگ بزنید، با هم حرف بزنیم و امیدوارم شب خوبی داشته باشید. خوب بخوابید. خدا حافظ همه شما.